سلام من جاوید نیمی هستم میزبان شما در رویدادهای خبری امروز چهارشنبه سوم اپریل از استدیوی آزادی منشی عمومی ناتو میگوید برای طالبان پیام میدهد که در میدان جنگ در افغانستان اجگاه برندن نمیشوند. ینس استولتنبرگ در جریان سفرش به امریکا همچنان گفت از هر تلاش ایالات متحده امریکا برای حل سلحامیز بحران افغانستان حمایت می کند. قرار است نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو که به افغانستان هم متمرکز است امروز در واشنگتن آغاز شود. منشی عمومی ناتو باز هم به طالبان پیام داده که باید به میز مذاکره بنشینند و روی حل سیاسی مسئله افغانستان توافق کنند. یانس استولتنبرگ همچنان گفت طالبان با جنگ برندن نمی شوند. این موضوع از جانب امریکا واضح ساخته شده که هیچ تصمیم در مورد طالبان در افغانستان گرفتن نشده است اما چیزی که ما دیده ایم تلاش های تازه ایالات متحده برای دریافت حل سلحامیز از راه گفتگو هاست ما قوی از آن حمایت کنیم منشی عمومی ناتو در حال حاضر در واشنگتن است و انتظار می رود او و وزیر خارجه امریکا میزبان نشست در روزه ناتو باشند نشست وزیران خارجه کشورهای عضو و به مناسبت هفتادمین سالگرد ایجاد ناتو امروز آغاز می شود که در کنار روسیه، اوکراین و ترکیه، افغانستان یکی از بحث های اصلی آن است. با دنبال بارندگی و سرازیر شدن سیلاب های در ایران امروز وضعیت اندک فروکش کرد. سیلاب ها در بیش از 20 ولایت و شهر و روستا در ایران حدود 60 قربانی گرفت و صدها زخمی بر جای گذاشت. دو هفته مناطق زیاد در ایران با خطر سیلاب‌های مرگبار و های پیهم روبرو شدند. خبرگزاری ایرنا گزارش داد که امروز از شدت این سیلاب ها اندک کاسته شده اما تا هنوز خطر رفع نشده است. از سوی دیگر مشتبا خالیدی سخنگوی سازمان وضعیت اضطراری ایران موسوم به اوراژانس گفته که 59 تن در جریان سیلاب ها جان دادند و 478 تن دیگر هم زخمی شدند. روز گذشته حکومت ایران به با باشنده های هفتاد روستا در ولایت خوزستان دستور داد تا خانه را به خاطر هشدار سیلاب ترک کنند. در حال حاضر روند کمک رسانی به مناطق آسیب دیده ادامه دارد اما بنابر مزدود بودن راه این روند با کندی پیش می رود. شهروندان الجزایر از کنارگیری رئیس جمهور عبدالعزیز بوتفلیقه استقبال کردند. بعد دنبال اعلام رئیس جمهور سطح تن از محصلین به جادهها ها برامدند و برای به میان آمدن یک نظام سیاسی جدید درخواست کردند. بوتفلیقه 20 سال در قدرت باقی مانده بود. برامدن به جاده ها و خورسندی برای کنارگیری رئیس جمهور عبدالعزیز با تفلیقه از قدرت با تفلیقه که 82 سال عمر دارد پس از آن به استفاده مجبور شد که شهروندان الجزایر علیه او دست به راه بیمایی های گستر دزدند آنها اعتراض داشتند که به شمول رئیس جمهور هیچ یک از مقامات با مردم تماس ندارند آنها همچنان از وضعیت بد اقتصادی در الجزایر شکایت می کردند. راه ها در ماه فبروری آغاز شد. من از برکناری بود تجلیل می کنم. ما میخ سختی را برکندیم. الله که صد در صد تغییر دموکراتیک خواهیم آورد. این خیلی مهم است. در این حال حامیان عبدالعزیز با تفلیقه به مردم هشدار دادند که الجزایر را به جنگ های داخلی دهه ده نکشانند. در جریان آن جنگ ها دو هزار تن کشته شدند. اما این مرتبه راه ها در الجزایر به صورت سل آمیز برگزار شد و شرکت کنندگان پس از پایان اعتراض جاده ها را پاک کاری کردند. تلویزیون دولتی الجزایر روز سی شنبه اعلان کرد که رئیس جمهور عبدالعزیز بوتفلیقه از سمتش کنار گیری کرده است. اليوم رسمياً قرار بصفته رئیس... بورد انتخابات ترکیه میگوید در هشت ولسوالی استانبول آرای انتخابات شاروالی ها را بازشماری می کند. استانبول در مجموع سیونو ولسوالی دارد. بر اساس نتایج ابتدایی یک نامزد مخالف حکومت با یک تغییر کوچک در این شهر برنده شده است. حزب حاکم ترکیه به رهبری رئیس جمهور رجب طیب اردوغان شکایت های را در مورد نتایج انتخابات شاروالی ها در استانبول و انقره ثبت کرده است. بر اساس نتایج ابتدایی، حزب حاکم در هر دو شهر بزرگ ترکیه به شکست نزدیک شده بود. رئیس بورد انتخابات ترکیه امروز گفت آرا در هشت ولسوالی استانبول باز شمایی می شوند. اکرام امام اغلو نامزد حزب مخالف در استانبول و به نلی یلدرم صدر پیشین و نامزد حزب حاکم هر دو بروز دوشن بگفتن که امام اغلو بیش از 25 هزار رای اضافه تر گرفته است. اکرام امام اغلو گفته که شاید برخی آرا باطل هم باشند اما وی افزوده که با بازشماری نتیجه تغییر بزرگ نخواهد کرد. و آیا کودک را دیدید که نقاشی هایش در سن دو سالگی صدها دلار فروخته شده باشد؟ در شهر نیویورک آمریکا دخترک کوچک زندگی می کند که تصاویر جالب نقاشی می کند و از این درک هزاران دلار به دست آورده است. لولا جون با دستان کوچک و توانایی بزرگش این همه را ترسیم کرده. او فقط دو سال عمر دارد. هر نقاشیش از 300 دلار تا 1800 دلار فروخته شده. در دو جشنواره نقاشی در نیویورک، هنر لولا به نمایش گذاشته شده و 32 اثر او به فروش رسیده است. با باور متخصصان، این دختر کوچک توانایی و مهارت خیلی بالا و دیدگاه هنرمندانه در نقاشی دارد. ویژگی که به کارهای لولا افزوده همین است که توسط برس های بزرگتر نقاشی می کند و در آنها از دقت و ظرافت خیلی زیاد کار می گیرد. دستان هنرافرین نقاش کوچک سپاسگزار هر یکتان که با استدیوی آزادی امراه بودید تازه ترین های روز در صفحه اینترنتی ما و فیسبوک، توییتر و یوتیوب رادیو آزادی در دسترس شماست شاد باشید